یاد کردن از مرگ و عوالم بعد از مرگ یکی از مهمترین و کارآمدترین عامل‌هایی که باعث تربیت و شکوفایی انسان و جلوگیری از گناه‌ها و معصیت‌ها میشه. برای همین خیلی از آیاتی که مربوط به برزخ و قیامت بود تو همون 13 سالی با آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که حضرت تو مکه بودن و نیاز بود که مؤمنین تربیت بشن و پایه‌ها و شالوده‌های اسلام شکل درستی بگیره. اولین اثر یاد مرگ بودن رام کردن و جلوگیری کردن از سرکشی‌های نفس و هوای نفسه. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمان با یاد مرگ نفست رو خاضع بکن. برای همین بیشتر مستکبران و قلدرای دنیا از اینکه جلوشون از مرگ صحبت بشه بدشون میاد، چون مرگ چیزیه که در مقابلش نمیتونن زورگویی بکنن، نمیتونن جلوی مرگو بگیرن، برای همین از یاد مرگ هم فراری بودن. نقل میگن هارون الرشید تو خواب دید که دندوناش داره میریزه. یه معبری رو آوردن که خواب هارون رو تعبیر بکنه. گفت جناب هارون، تعبیر خواب شما اینه که اطرافیان شما زودتر از شما میمیرن. هارون خیلی عصبانی شد که جلوش از مرگ صحبت کردن. دستور دادن 100 تا تازیانه به این فرد بزنن. معبر دوم اومد تعبیر کرد جناب هارون، خواب شما معناش اینه که عمر شما بیشتر از اطرافیانتونه. هارون خیلی خوشش اومد، 100 سکه طلا بهش داد. با اینکه هر دوتا تعبیر یه معنا میدن، اما چون معبر دوم از مرگ صرف نظر کرد و به حیات و عمر طولانی هارون اشاره کرد، هارون خوشش اومد. دومین اثری که یاد مرگ داره کوچیک کردن دنیاست و به فکر مرگ بودن باعث میشه که آدم خودش از دنیا بزرگتر بشه. کسی که بدون این دنیا در مقابل آخرت خیلی کوچیک‌تره و اصلا قابل مقایسه نیست، نه مدتش که در مقابل آخرت ابدی به حساب نمیاد و نه لذت‌های دنیا که در مقابل لذت‌های جاودانه آخرت قابل مقایسه نیستن. وقتی کسی همیشه یاد مرگ باشه میدونه که این دنیا رو باید بذاره و بره و با همچین طرز تفکری دیگه برای این دنیای فانی هرس نمیزنه، بخل نمیورزه. خیلی از گناهایی که متاسفانه ما مرتکب میشیم منشأش همین هرس و بخلیه که ما نسبت به دنیامون داریم. کسی که بتونه با یاد مرگ هرس و بخل از خودش دور بکنه، آرامش و سخاوت و صفات انسانی تو وجودش پدیدار میشه. امیر سخن آقا امیرالمومنین هم میفرمان کسی که زیاد به یاد مرگ باشه و به مرگش فکر بکنه، رضی من الدنیا بالیسیر، به کم دنیا قانع، دیگه اصلا دنیا رو به حساب نمیاره، میخواد زودتر بره تو آغوش خدا. مثل رزمنده‌های 8 سال دفاع مقدس که وقتی باید یه معبری رو باز میکردن تا گروهان حمله بکنه و عملیات آغاز بکنه، رسیدن به معبر مین. پیرمرد رزمنده‌ها گفت من عمرمو کردم، بذارید من برم رو میدون مین و جونمو فدا بکنم. اما جوان‌ها نمیذاشتن چون دنیا رو نمیدیدن. آخر قرار شد قرعه کشی بکنن. پیرمرد همه اسما رو نوشت، ریخت تو جیبش، یکی از اسما رو برداشت و اتفاقا اسم خودش در اومد. رفت میدون مین و به شهادت رسید. بعد عملیات که اومدن بالا سر این پیرمرد سال خورده اسلام، دست کردن تو جیبش، دیدن رو همه برگه‌ها اسم خودش رو نوشته. چون دیگه دنیا براش ارزشی نداره، خیلی کوچیک شده دنیا برای اون کسی که همش به فکر مرگ و آخرتش. سومین اثر یاد مرگ بودن ترک گناه‌ها و معاصیه، مخصوصا اون گناه‌هایی که تو ذات آدم ریشه دوونده و ترکش خیلی سخته، مثل بخل و ریا و حسد و خیلی از دیگه از گناه‌هایی که از نوجوانی و جوانی شاید همراه ماست. من وقتی بدونم بعد از مرگم قرار دست پخت خودم تو همین دنیا با همین اعمال و گناه‌هام رو بچشم، قرار همین اعمال من رو، حرص من رو، بخل من رو بذارن جلوم، بگن زوب بچش، ببین چی آوردی با خودت از دنیا، وقتی که من یاد مرگ باشم و هر روز به این مسائل فکر بکنم، قطعاً دنبال ترک گناه هم میرم. اگر این ویدیو رو هم دوست داشتید لطفاً ویدیو رو لایک بکنید، کانالمون هم سابسکرایب داشته باشید. این دوتا ویدیو رو هم بهتون پیشنهاد میکنم که ببینید. اوقاتتون مهدوی، یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد. یا علی مدد.